سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه در هر جایی که هستید. پریسا هستم در چنل پریفان. خیلی خوش برگشتید به یه ویدیوی دیگر، این بار هیجان انگیز. بح بح، لینک اصلی ویدیو در دیسکریپشن هست. بریم این ویدیو جذاب و چند تا ویدیو کوتاه رو که برای ما فرستادید ببینیم و دوره هم دیگه گپ و گفت و حرف بزنیم. دمتون گرم که لایک میکنین، چرا سابسکرایب میکنین، ما رو به دوستاتون معرفی میکنین. بله، لایک و کامنت هم برای ویدیو ما فراموش نکنید لطفاً. بله، اینو الان من گفتم. بله، حتما به چنل پریفان ملودی هم سر بزنید، اونجا واسهتون موزیک داریم. حاضرید؟ خب قراره چه ببینیم؟ پریفان پریفسای پریفان، نمایش سربازان. چرا لو دادی؟ البته بچه ها تامنیل رو دیدن که اومدن. هیچ وقت به این موضوع توجه نمی کنی. توجه کن. چشم. ایف. اولش اینجوری شروع شد. اوه، حرکت دیدی؟ دست بیل. دست از دست بیل شروع می کنیم بچه ها. خیلی شکمش سنگه. ببین شکم باز به کنار، از زمان بروسلی بود ستون فقرات و کمر. سخونه دیگه، نابود میشی. چه کاریه؟ ببین اون سربازا که نشستن چه با هیجان نگاه میکنن. ببین هم چقدرم که تو بدنت آماده باشه مگه میشه؟ به نظر منم اون تنشی که وارد میشه، اون ضربه‌ای که تو لحظه وارد میشه، کما اینکه دیدیم این مسابقات مردان آهنین و قوی ترین مردان هستن، اینا همشون تو سنای مثلا میانسالی به بعد دچار مشکلات وحشتناک ستون فقرات و اینا میشن. مثلا طرف با دیدیم دیگه تو افغانستان بود یا نه؟ آره، با دندونش میکشید. آره، کامیون رو میکشید. آره، اوخ اوخ اوخ، نشست. درد نگیره؟ چرا؟ اصلا مگه میشه درد نگیره؟ من دارم نگاش میکنم اینه مردم قویه. ماشالله. ای وا، چون در نده. اوخ 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 اوخ. ببین خدا بر میزنه. من میگم باید قبلش یکم بشکنن چوب رو که از همونجا راحتش کرد. خب میخواد قدرتش رو نشون بده. ولی اینجور سربازا هم کمه، یک در هزار هم نیست همچین آمادگی جسمانی، یعنی نیست که هر کسی قابلیت رو داشته باشه. ولی قشنگ معلومه شب یک عالم درد. ضربه اول خیلی بد رونه پاش اینجوری را چون بی هوا زد. ماشاءالله، حالمون حالمون بهت همه چیز بده. سیم خارداره. سیم خاردار، نه تو رو خدا با سیم خاردار نزن. پناه بر خدا، اگه با سیم خاردار بزنه میدین چی میشه؟ نمیتونیم بذاریم. نمایش سربازان هست همشه قومندانه. اکو جون خودت. وای ای فوی. خب چرا؟ این چی بود؟ ببین مفتول شده بود، یعنی اینجوری همچین پیچیده بودنش دوره هم که خیلی قوی بشه. ببین بعد پر از خاره این سیمه، زخمه میخواد بگه میشه. یعنی چی؟ این بدنش خیلی آماده دیگه است نمایشه. آره دیگه، نمایش قدرته دیگه. مثلا اینو الگو قرار بدن بقیه سربازا، خودشونو تقویت جسمانی کنن، ذهنی جسمانی، که مثلا آماده رزم باشه. حالا ما از بخش هیجان انگیزش داریم استفاده میکنیم. مطمئن چیو بیار؟ چه قوی هم از اونو بیار، اونو بیار. سنگ بگو. اینو بیشتر تمرکز لازم. آره اینا ذهنیه. ولی حالا ببین چه میکنه. ای داد بیداد. یا خود خدا. میخواد بخوابه روش. اوی اوی اوی. اوه تا اخت سنگ رو گذاشتن بر سینه و سربازا دارن فیلم هم میگیرن. آره، اونو اتفاقا دیدمش. اوه هم کف داره، تکبیر میدن. جانم هستی، وای اینا رو دوست دارم. چی داره چی دارم کامانده های پار بچه ها پارکور کارم. بدنم درد گرفت. اوفه، بروسلی بود آور خودش این آخری.
اوفه با اون حرکت رو مهدی هم میزن. آره مهدی هم اینو خوب بلده. بعد این خیلی سخته. جنگلا دلا اون من بودم فریدم ها. آره تینکال مستون ها هستن دیگه. حرکات جانگولری خیلی هم بچه ها چیز میخواد. سپرایزمو کردن. آه الان میخوان چیز کنن رزم کنگ فویی شلگتی زد. شما آخه اشکال نداره کم میزنه. ندیدیم چی شد. شما هم چی؟ افتاد. شما هم تو سربازی از این ورزشان داشتیم؟ بله هست. تو بعضی از یگان ها از این تمرینات آماده سازی و بدن سازی این شکلی هست. بستگی به یگانش داره دیگه. باید کماندو باشن مثلا. حالا اصطلاح قماندان به کار میبرن توی افغانستان. آره. باید مثلا تعداد دورهای رزمی خاصی ببینن. بعد یادمه مثلا توی ارتش ایران که مثلا من اونجا سربازی بودم، بعد مثلا اون درجه دارای خفت اون دورهایی که میگذرونن و مثلا رو بازوهاشون و اینا میچسبونن. مثلا اینجا علامت کوهستانه، اون دوره کوهستان بیابان، نمیدونم عکس ماره مثلا دوره فلان از این چیزا. الان اینو پشت لباساشون هرات هم نوشته. مال هرات. آره فکر کنم تو منطقه هرات این پایگاه نظام نمایشی بود. جانم هستی رفلکس داشتی؟ ببین تئاتر هم مثلا انگار دارن کار میکنن. آفر نمایش. آره ببین اینو چیکار میکنه. ببین اینو چیکار میکنه. سرعت عمل بالا. ببین چهار نفر چه جوری کلاشینکوف از دستش در آورد. من باشم هفت گلوله خوردم تو فاصله بزنم. یاد چیز افتادم، یاد عباس تو سریال که اومد چاقو بزنه قدش نرسید و بعد دیگه مرد. بچه ها گشت اونا نه رفته بود کلاسش آمده که جسمانی چیز میگن دفاع شخصی. او اینا رو دوست دارم. دیدی چی شد؟ مثل گل به خودی بود. مثلا اومد اونو بگیره ولی اون استفاده کرد. دوراش تو سراسر دنیا خیلی استقبال میشه ازش. من ویدیوهای وایرالی تیک تاکی هم دیدم از این دفاع شخصی ها میرن. بعضی هاشون واقعا فرزن. من احساس میکنم تو خود کلاس هاش آدم خندش میگیره، بعد هیچ وقت هم اتفاق نمیفته که اگر توی یه همچین شرایط و موقعیتی مثلا قرار گرفتی این تکنیک ها رو استفاده کنی. ولی میتونی باهاش کلی ویدیو وایرال بسازی. چرا؟ این کارا رو میکنن دیگه. حتما ساختگیه دیگه اون. بس اگه مثلا واقعیت نیست. من خودم از درون خودم مطمئنم که اگر توی یه همچین شرایطی قرار بگیرم میشی نه واقعیش اتفاق بیفته. گریه میکنم. تو رو خدا بلند کن. کمک. دیگه فایده ای نداره. داره بهت نشون میده هم روحیه و ذهنت باید قوی باشه هم جسمت. این داد. ولی چغره بد بدن جان آسی. حرکت خیلی خوب بود. دوست داشتم حرکت بروسلی بود جتلی وای. آخه بهشون نخورد. آها با دست زد. آره بعد نمایشیه یه بخشش نمیتونه که بزنه نابودشون. حلقه آتش اینا رو تو شهر بازی ها میابردن. بکلا خدا کنه اینجور اتفاقا پیش نیاد که سربازای یه وطن بخوان اینجوری میدونی ولی پیش میاد. ولی آره دیگه اصلا فکر کن یک چه میدونم ساختمونی آتیش گرفته که اینا مجبورن اینجوری بیان. این چه خوب رفت نفر آخری. آره روپا من فکر کنم مربیه همونیه که چوب و سیم و خار داره اینا کتک خورد. کتک نخورد یعنی نفر اولیه. نه چرا لباس خاکی تنشه؟ شاید مثلا این شاگرداشه. آفرین شبه خودشونه. میبینی بدنش هم درد میکنه. اینجوری اینجوری میکنه. ولی هیکلی هم داره ماشاءالله. خدا کنه واقعا اتفاقی هم نیفته در این جون مراسم ها. یه مراسمی بودش
توی ایران بود و ارتش و نمیدونم ارتش بود چی بود نیروی بسیج بود داشتن نمایش میدادن بعد نمیشکست اون مثلا سنگه بود الان بعد نمیشکست بعد میگفت نه همکنون غیوب مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران و میزد یارو بعد نمیشکست دوباره میگفت واو بودا دوباره نمیشکست آخر نشکست آره خیلی خوب بود میتونی فیداش کنی بذاری بر بچه حفاظت و پاسداری از آب‌ها و مرزهای دریایی کشور عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن تا آمادگی جسمانی خیلی مهمه آمادگی روحی هم خیلی مهمه کلا آره امیدواریم همش در حد مانور و در حد نمایش و اینجور چیزا باشه فکر کنم برنامه اینجا به اتمام میرسه قدرت بدنی داشته باشی که چیز بدی نیست آره دیدی چی بود؟ چی بود؟ همون که با دندون ماشین میکشن برو بریم ببینیم پس کشیدن ماشین با دندان توسط سرباز امام ببین با دندونه ها حاجی چه فکی داره این آدم بیاین دیگه شما پایه نفری 60-70 کیلو هم رفتن ماشاءالله چه بد جیمز این هاشش راست میگه خودشه ایشون بابا یواش بپری دندونش کنده میشه البته داره سباک میشه ماشین کار سختیه واقعا بابا دندون لعنتی خیلی سخت آفرین به اون پسر اون فرماندهشون بودش همون که نفر اول بود آره دلم میخواد شکمش رو بعد از اون سیم خاردارا ببینم چجوری شده آفرین جوانا ولی لباساشون خیلی بد رنگه لباس ورزشیه ولی لباسای سربازای پشت رو ببین آها. آدم دلش میگیره بعد یه مدت رنگ برای خودشونا حالا ما که داریم ویدیو رو میبینیم و تموم میشه خلاصه به این صورت این نمایش دوستان رزمکار بود که خیلی هم مثل این که وایرال شده بوده و تماشا شده بوده و قطعا چیز باحالی بود من اگر که میرفتم دوره کدوم بخشش هیجان انگیز بود برای هیجان انگیز ترین همش عجیب و غریبه همش عجیب و غریبه برای خفن یعنی این نمیشه که مثلا بگی که کدوم برای اون نفر اوله همون فرمانده اون گناه داشت ببین با رون پاشو چوبا دسته بیل واقعا خیلی هم قویه دسته بیل ببین بعد کسی رو انتخاب کرده بود برای اون چوب شکوندنه خب دیگه تمرین کردم با هم از قبل ولی جالب بود روشو کرد مشاپلاق زد انگار که چیز داشت بگو دیگه اینا اگه گفتم. من برم خدمت سربازی و اینها چی میشه؟ کدوم قسمتش رو انتخاب میکردن؟ اصلا تو آشپزخانه غلط کردی غذا بخوری فقط نه اونایی که ساز میزنن آها گروه موسیقی اینجوری ها خیلی میزن چیه صده؟ خلاصه که دمتون گرم بریم و این چند تا ویدیو رو هم بعدش با هم ببینیم بریم این دوتا ویدیو یه جالبنگی میری اونجا سفیر سابق ایران در افغانستان نداریم که اینجا سیستان داریم اونبارم سیستان داریم اما مثلا میری اونبار مزار شریف میشه استان سمنگان میای این بر ما خیابون سمنگان داریم خب خیابون با استان خیلی فرق می‌کنه بعد در اونجا شما تخت رستم دارید ما اینجا تختی حتی دوشک هم نداریم دوشک رستم می‌بینید اینه یا مثلا میری اونجا شما تو خود مزار شریف که مرکز استان بلخ یه منطقه اونجا اصلا به نام منطقه بلخه بهش میگن ام البلاد یعنی مادر شهر قدمتش نمیدونم چرا یعنی قدمت براش نمیتونم بذارم به نحوی که شما اصلا آثار تاریخی حتی قطعاتش رو زمین ریخته بود شما الان هرات که میری آثاری که اونجا میبینیم اصلا که نزیر هر کجای افغانستان که بیرم و یه جاهایی اگر چالشی هست چالش دوتا برادره خب ببین کسی که سالها با اون مردم حتی زندگی کرده اگه سفیر بوده باشن ایشون فکر کنم اولش ابتدای ویدیو نوشته ایشون سفیر سابقه و چقدر خوبه که انقدر علمش رو داره که تاریخ رو بفهمه قدمت رو بفهمه من فکر میکنم همه میفهم نه نمیفهمن اگه میفهمیدن آموزش میدن به آینده توجه نمیکنن و یعنی میفهمن ولی خب این الان یه بخشی از شاهنامه رو داشت میگفت و
اون حالا اگر اساطیری بخوایم در نظر بگیریم بگیم وجود حقیقی نداشته، اون افسانه‌ای هم بودن، گرچه الان دارن ثابت میکنن که خیلی از بخش‌های شاهنامه برگرفته از واقعیت‌های تاریخ بوده توی منطقه، یعنی شاید رستم و سهراب و اسفندیار و اینها هم بودن، ایران و توران و اون سرزمین ها، ولی میبینی چیزایی که به شاهنامه مربوطه الان بیشتر آثار باستانیش الان در کشور افغانستان کنونیه و ایشون میخواست بگه ما خیلی مشترکیم، یعنی یاد بگیریم اشتراکا رو ببینیم، به اونا دامن بزنیم، لذت ببریم با هم. آره، یه بدی که مثلا داره اینه که بیننده هامون، خب خودتون دارید اینها رو میفرستید، یعنی یک علمی دارید، یک آگاهی دارید، و یه چیزیش که خیلی بده حالا برای ما فارسی زبان ها اینه که متاسفانه مثلا نمیدونم ما خودمون به شخص ویدیوهای وایرالی نداریم که آقا یک همچین چیزی خیلی وایرال بشه، خیلی دیده بشه جهان. آره دیگه، وایرال جهانی. ولی خب اصلا کلن هم بحث این نیست که یه دوستی اومده و کامنت گذاشته بود، باحال بود، نوشته بودش که ایرانی ها هر جا که یه چیز گنده ای باشه مثلا تو تاریخ میگه این مال ما بوده، هرچی مال مثلا حالا بحث اون ویدیوی تاریخی بود که آره، اون دوستمون هم گذری بود مشخصا، چون ویدیویی بود که در مورد تاریخ بود، ما رو دور ننداز، بحث مولوی بود. آها. آره، مولانای بزرگ میگفتش که اون بخشایی که مثلا طرف خیلی مثلا گنده بوده تو تاریخ، حالا شخص بوده هر چیزی بوده، میگن مال ماه، ولی مثلا اگه یه عیب و ایرادی تو تاریخه مثلا ازش میگذرن، یه همچین چیزی نوشته بود. آها. در هر صورت ما به دنبال اشتراک ها و چیزهای قشنگی هستیم که بینمون میتونه جریان داشته باشه. واقعیت ها بچه ها واقعیه، نمیتونی تغییرش بشه، شما نمیتونی دست ببری تو تاریخ یه چیزایی رو تغییر بدی، باید قبولش کنی. خلاصه که دمتون گرم، ببینیم چیز دیگه هم داریم بچه ها، الان دیگه ندیگه، باید دوباره باز کنیم، ولی لذت بردیم، دمتون گرم از این پیشنهادات قشنگتون. خلاصه که وای اونو پیدا کن بذار، آره اون ارتش غیور مردان که نمیشکست نمیشکست اگه پیدا کردم براتون میذارم، پیدا نکردم همین سرچ کنید میاد تو گوگل. دمتون گرم، قربون شکل ماهتون بشم، ماش به کلاتون، تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.